گنجینه نفیس در کنیسه یهودیان قاهره اسراری از اولین دهه اسلام را فاش می سازد. صفحاتی که قرنها در سکوت خیش خفته بودند، حالا حکایت مظلومیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیر مؤمنان علی علیه السلام را به گوش جهانیان می رساند. گفتگویی خواهیم داشت با محسن هاشمزاده درباره مستند فوتروس مدیا از قدیمی ترین نسخه خطبه فدکیه در کنیسه یهودیان قاهره. محسن هاشمزاده پژوهشگر تاریخ ادیان از قم با ما هستند. آقای هاشمزاده سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم، عرض ارادت و ادب و عرض تسلیت بابت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه و در خدمتتون هستم. زنده باشید. جناب هاشم زاده، این نسخه توسط چه کسی و در کجا کشف شده؟ بله، عرض کنم خدمتتون که سال 1896 یک عضو یهودی دانشگاه کمبریج به نام دکتر سالمون شاختر که از یهودیان ساکن در کنیسه قاهره اجازه میگیره که تعدادی از نسخه هایی که در این کنیسه هست رو برای بررسی برداره و به دانشگاه کمبریج ببره و اون یهودیان ساکن اجازه میدن، اما این دکتر شاختر 193,000 نسخه از این کلیسه یهودیان رو منتقل میکنه به واحد تحقیقات تیلور شاختر دانشگاه کمبریج. اونجا بعد از سالها تحقیق به این نسخه میرسن و در سال 2010 در سالی که دانشگاه کمبریج یک مقاله منتشر که توسط دکتر استر میریام واگنر و دکتر محمد احمد نگاشته شده بود و طی اون مقاله از این نسخه رونمایی میشه. بله، با وجود محتوای کاملا شیعی این نسخه چرا در کنیسه یهودیان وجود داشته؟ خب گمانه‌زنی های متفاوتی در این زمینه شکل گرفته. تیم پژوهشی ما بعد از بررسی و مشورت با تاریخ پژوهان متعدد به چند نتیجه رسیدن. خب با توجه به اینکه تاریخ نگارش این نسخه به قرن 5 یعنی دوره فاطمیون برمیگرده و یهودیان در اون زمان به دنبال محکم کردن موقعیت و جایگاه خودشون در اون منطقه بودن، منطقه حالا قسمت قاهره هم معروف هستش و امروزه هم به نام مجمع الادیان شناخته میشه که پیروان همه ادیان در اون منطقه یک آزادی عمل و ارتباط نسبی داشتن، میتونستن با هم دیگه در ارتباط باشن و تلاش میکردن که یهودی ها با بقیه ادیان از جمله حالا پیروان مذهب تشیع هم یک ارتباطی داشته باشن که بتونن یک موقعیت اجتماعی خوبی به دست بیارن. به علاوه این که در بخشی از این نسخه 16 صفحه‌ای تعدادی از روایات در فضائل حضرت امیرالمؤمنین هم ذکر شده، فضائلی که از زبان رسول خدا در رسای امیرالمؤمنین بیان شده، از جمله یک روایت هست از حضرت رسول: یا علی ان فیک مثلا من عیسی ابن مریم ان الیهود ابغضوا حتی بهتو، که علی تو مانند عیسی ابن مریم هستی که یهود او را مورد بغض قرار دادن تا جایی که به او بهتان دادن. خب نگاه ویژه یهود در مخالفت با ایشون رو میره خونه. بله، ممنونم. جناب محسن هاشمزاده از شهر قم با ما بودند.